مردم با شماره تماس 133 تماس گرفتند تا با وزیر سمت گفتگو کنند. در این 3 ماه گذشته 19 نفر از اعضای کابینه پاسخگوی تلفنی مردم بود. آقای دکتر فاطمی امین در بخش از این تماس ها از مردم عذرخواهی کرد. عذرخواهی آقای وزیر بابت افزایش ناگهانی قیمت خودرو. وقتی ما 270 رو فروختیم 400 میلیون بود، یه دفعه در عرض یک ماه شد 600 میلیون تومان. من میگم دولت باید نظارت کنه به نمایشگاه ها، به این دلال بازی ها. در مجموع اولا جای عذرخواهی از شما داره که بالاخره این ما مسئولیت داریم که کلان اقتصاد کشور رو تنظیم کنیم. تو نباشه کسی یک اموالی داره، مالی داره میفروشه، یه دفعه در عرض یه هفته خب یه تغییر قیمت اتفاق بیفته که یه همچین مشکلاتی پیش بیاد. یعنی این جای عذرخواهی داره که ما از شما عذرخواهی میکنیم، ولی کاری که باید ما انجام بدیم اینه که تولید رو افزایش بدیم. خب الحمدلله اتفاق افتاده. اون قانون مالیات عاید سرمایه به محض اینکه من به همکارام گفتم آماده باشن، زیر ساختار آماده کنن که به محض اون قانون مصوب شد بتونیم سریع وارد اجراش بشیم که یه همچین مسئله کمتر پیش بیاد. نکته آخر اینه که متاسفانه اقتصاد ما به ارز بسیار وابسته است. ما یه برنامه ویژه‌ای رو در وزارت صنعت آماده کردیم برای کاهش و وابستگی به نرخ ارز که ما اوایل سال آینده اینو منتشر میکنیم. در ادامه فردی تماس گرفت که قطعات داخلی تولید میکرد اما شرکت‌های خودروسازی خریدارش نبودن. چیز ما در حد قطعه آلمانی شاید هم بیشتر. خب نه الان چه چیزی عدم توافق وجود داره؟ الان این که اصلا حاضر نشدن قطعه ما رو ببینن. خیلی خب اینو من به معاونم آقای منطقی می‌نویسم. اینجا یکی از بهترین جاها بود برای گفتن درد و دل‌های مردم با وزیر سمت. آقای دکتر ما چندین بارم تو اینستا معذرتون پیام فرستادیم. من نه اینستاگرام دارم نه توییتر دارم نه واتساپ دارم. در پایان به وزیر سمت گفتیم این روزا برخی ها به بهانه قیمت ارز قیمت کالاهاشون رو بالا بردن. راهکار شما چیه؟ راه حلش اینه که ما یک نظام شفاف فروشگاهی داشته باشیم. این پروژه رو ما شروع کردیم، تا اواسط سال آینده به یه حدی میرسه که دیگه ما بتونیم بازار رو مثلا حالا تو بحث خاربار موبایل یه سری بحث این شکلی رو به طور سامانه‌ای نظارت کنیم. خب آقای وزیر حدود 1 ساعت پاسخگوی سوالات مردم بودن. یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما.